سلام به همه همراهان عزیز و همیشگی نیکوتاک. امروز می‌خواهیم بخش گرامر کنکور زبان تخصصی سال 1400 رو با همدیگه تحلیل کنیم. دو تا نکته رو قبل از شروع سوالات بهتون بگم. نکته اول اینه که در مورد هر یک از این سوالات میتونم توضیحات خیلی خیلی زیادی بهتون بدم، یعنی انقدر میشه یک مطلب رو باز کرد که واقعا خود یک سوال اغراق نیست اگه بگم میتونه یک ویدیو رو به خودش اختصاص بده. ارتباط جواب با قسمت‌های دیگه سوال، نکاتی که در قسمت‌های دیگه سوال وجود داره، مطالب مشابه به اونها که نباید باهاش اشتباه بگیریم. ولی من سعی میکنم برای اینکه این ویدیو براتون مطلوب‌تر باشه، حد اقل توضیحات ممکن رو بهتون بدم به صورتی که کامل شما رو قانع کنه و زیاد در واقع توضیحات طولانی نشه. نکته دوم اینه که بعد از اینکه هر شماره رو خوندیم، هر سوال رو خوندیم، قبل از اینکه بریم به قسمت جواب‌ها توصیه می‌کنم ویدیو رو پاز کنید، به جواب‌ها نگاه کنید، سعی کنید خودتون حدس بزنید جواب صحیح چیه و بعد که حسابی روش فکر کردین، در واقع مثل اینکه واقعا دارید تستو می‌زنید، اون وقت دوباره ویدیو رو پلی کنید و ببینید که توضیحات ما در مورد جواب صحیح و جواب‌های غلط چیه. خب با این توضیح بریم سوال 101، اولین سوال رو شروع بکنیم. سوال با جای خالی شروع میشه و بعد در ادامه میگه For my mother living with me, I think I'd be quite lonely. ببینید اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که همیشه در هر تستی که جای خالی داره کل اون جمله یا اگر پاراگراف بود پاراگراف رو بخونیم، متوجه شیم که منظور نویسنده از این جمله چیه، یعنی جمله در حالت کامل شدهش چه مفهومی رو میخواد به ما بده. اون موقع است که خیلی راحت تر میتونیم بریم و جواب رو پیدا بکنیم. ممکنه بعضیاتون بگید خب وقتی جمله ناقصه من چطور میتونم معنیشو حدس بزنم؟ خب فراموش نکنید کمتر از 10% جمله از جمله برداشته شده. اینجا شما چندین و چند کلمه داخل جمله دارید، فقط یک کلمه یا یک عبارت رو ندارید. پس آنچه که در مورد این جمله میدونید بیشتر از اون چیزیه که نمیدونید. پس اکثر مواقع شما به درستی میتونید مفهوم کلی جمله رو حدس بزنید. حتی اگر 100% نتونید اون رو متوجه بشید، ولی میتونید اونقدر معنی جمله رو متوجه بشید که بعضی گزینه‌ها که غلط هستن کاملا به عنوان غلط به چشمتون بیان و کار به هر حال براتون راحت بشه. خب یه نگاهی که به این جمله میندازیم و بعد به گزینه‌ها نگاه میکنیم، حضور if و whether، متوجه میشیم مفهومی که از دل این جمله قراره در بیاد اینه که اگر به خاطر حضور مادرم در کنار من نبود، اگر به خاطر اینکه مادر من در کنار من زندگی میکنه نبود، من مطمئنا خیلی تنها فکر میکنم که خیلی تنها میشدم. حالا باید بریم ببینیم کدومی که از گزینه‌ها میتونه شماره 101 رو کامل کنه. خب ما سوالات رو به ترتیب میریم، حتی بعد از اینکه گزینه درست رو صحبت کردیم توضیح میدیم که چرا گزینه های دیگه غلط هستن. بریم سراغ گزینه 1 که ظاهر عجیبی هم داره، ظاهر سوالی داره. همونطور که میبینید فعل where اومده و پشت فاعل it قرار گرفته، اما وقتی به انتهای جمله نگاه میکنیم علامت سوال نمیبینیم، نقطه میبینیم. پس در واقع قرار نیست ما یک سوال بسازیم، قرار یک جمله بسازیم. دوستان where it not حالت اینورژن یافته if it were not هستش. تکرار میکنم where it not حالتیه که وقتی به عبارت if it were not اینورژن میدیم. اگر با اینورژن آشنا نیستین توصیه میکنم ویدیوی ما رو که در مورد مبحث اینورژن تماشا کنید، با بحث بسیار مهم و جالب اینورژن آشنا بشید و بعد در مورد این سوال دقت بیشتری داشته باشید. عبارت if it were not for، if it were not for، این عبارت به معنی اینه که اگر به خاطر جای خالی نبود، که اون جای خالی رو هر چیزی که هست شما بعد فور میارید. با یه مثال براتون توضیح بدم. فرض کنید میخواید بگید اگر به خاطر کمک های تو نبود من موفق نمیشدم، میگیم if it were not for your help I wouldn't have succeeded. اگر به خاطر تو نبود من اون کارو نمیکردم، If it were not for you, I wouldn't have done that. پس اینجا اگر جمله ما باشه If it were not for my mother living with me, I think I'd be quite lonely. اگه به خاطر مادرم که در کنار من زندگی میکنه نبود، من بسیار احساس تنهایی میکردم.
حالا شماره یک where it not حالت inversion یافته، در واقع معکوس شده if it were not. فقط در حد یک جمله بهتون در مورد inversion توضیح بدم و اون اینه که وقتی یک عبارتی رو که شامل فاعل و فعله ما جوری تغییر میدیم که ظاهر سوالی پیدا کنه و در واقع فعل بیاد و قبل فاعل قرار بگیره، که اگر چنانچه از نیاز به استفاده از فعل کمکی باشه یا فعل مدال در اون عبارت باشه، اون فعل کمکی یا اون فعل مدال میاد و در اول قرار میگیره. با تماشای ویدیوی این ورژن ما میتونید این ورژن رو بهتر درک کنید و متوجهش بشید. پس جواب درست هست where it's not for my mother living with me، یعنی اگه به خاطر مادرم نبود که با من زندگی میکنه من تنها میبودم. بریم ببینیم گزینه‌های بعدی چرا غلط هستن. If there was not for my mother living with me، ما میدونیم عبارت there is و there are و گذشته هاشون there was و there were به معنی وجود داشتن هستن. حالا there was not منفی وجود داشتن، یعنی چیزی وجود نداره و به همین دلیل از لحاظ معنایی اصلا ما نمیتونیم عبارتی رو که با for شروع بشه بعد از there was و there is و there were به کار ببریم، چرا که ما نیاز به یک اسم داریم، چون همیشه یک چیزی جایی وجود داره. پس عملا اینجا جمله بی معنی میشه. If there was not for my mother، اگر وجود نداشت برای مادر من، خب عملا جمله بی معنیه. شماره 3 whether or not it was، whether or not یعنی چه حالتی باشه چه حالتی نباشه. خب whether or not it was for my mother living with me، بازم میبینیم که دوتا جمله با هم ترکیب نمیشن، مفهوم درستی نمیدن. ما یه موقع میگیم که whether or not you agree with me، یعنی چه با من موافق باشی چه نه، whether or not you like it، چه دوست داشته باشی چه نه، ولی عبارت whether or not it was for my mother living with me واقعا نمیشه ترجمه براش آورد، عبارت جمله بیمعنیه. و در پایان not being for my mother، not being حالتیه که ما عبارات participle رو باهاش شروع میکنیم و باز هم اینجا میبینیم به ما معنی نمیده، هیچ جور نمیشه این رو تعبیر کرد. not being for my mother، حالا اگه جمله چیزی بود مثل not being here they can never understand what we're talking about، ولی در این جمله متاسفانه معنی نمیده. سوال 102 we had the volume turned down so I couldn't make out what the characters in the film about. خب ببینیم جمله چه مفهومی داره. میگه که ما صدا رو، حالا یا ضبط یا تلویزیون هر چیزی رو، صدا رو کم کرده بودیم، بنابراین متوجه نمی شدیم. میک اوت یعنی متوجه شدن، بنابراین متوجه نمی شدیم که شخصیت های داخل فیلم جای خالی about درباره. و بعد به گزینه‌ها نگاه میکنیم، بلا استثنا همه کلمه تاک رو دارن، پس قاعدتا معنی کامل جمله ما خواهد بود صدای تلویزیون رو کم کرده بودیم، به همین خاطر متوجه نمی‌شدیم که شخصیت‌های فیلم چی داشتن میگفتن. بریم سراغ گزینه‌ها. گزینه شماره 1 would be talking. وقتی ما would رو به کار میبریم استفاده های مختلفی وود داره، مثل درخواست مؤدبانه، مثل آینده در گذشته، مثل شرطی های غیر واقعی unreal conditionals، و میبینیم هیچ یا حتی عادت های در گذشته، ولی میبینیم هیچ کدوم از اینها اینجا معنی نمیدند. اگر بخوایم would be talking رو در نزدیکترین کاربردش، مرتبط ترین کاربردش با این سوال اینجا به کار ببریم، یعنی آینده در گذشته، باز هم جمله معنی نمیده، چرا که اون وقت همچین ترجمه پیدا میکنه. ما صدای تلویزیون رو کم کرده بودیم، بنابراین متوجه نشدیم که شخصیت های فیلم بعدش قرار بود چه صحبتی بکنند. خب اگه شما تو اون لحظه صدا رو کم کردید، خب جملات اون موقع رو متوجه نمیشید، نه جملات آینده رو. شاید 5 دقیقه بعد دوباره صدا رو زیاد کنید. پس از لحاظ منطقی نمیشه گفت چون ما صدا رو کم کردیم نمیدونیم این شخصیت‌ها قرار بود 10 دقیقه بعد چی بگن. به این دلیل گزینه اول رده. گزینه دوم had talked، ماضی بعید. کل جمله ما با ماضی ساده ساخته شده، یعنی کاری رو انجام دادیم و به گذشته تر از اون نرفتیم، و حضور had talked past perfect ماضی بعید یعنی اینکه این عمل قبل از اون یکی عملهای داخل جمله اتفاق افتاده، پس باز هم جمله بی معنی میشه، یعنی به این مفهوم خواهد شد ما صدای تلویزیون رو کم کرده بودیم، پس متوجه نشدیم که شخصیت های اون فیلم درباره چه چیزی حرف زده بودند،
had talked، حرف زده بودند، حرف زده بودیم، حرف زده بودید. خب پس بازم معنی نمیده، چون اگه شما در اون لحظه صدا رو کم کردید پس در اون لحظه جمله رو متوجه نمیشید، نه اینکه جملات قبلی رو متوجه نشید. ممکنه بعضیاتون بگید در خط اول سوال، اونجایی که میگه we had the volume turned down، چون had و turned down رو داریم پس با ما یه مثال دیگه از ماضی بعید داریم. اما دوستان بین had و turned down یک چیزی قرار گرفته، عبارت the volume، پس این had turned down نمیتونه ماضی بعید باشه. این یک causative structure هست، یک جمله سببی هست که حالا در جای مناسب در ویدیوهای بعدی در مورد این مورد هم بیشتر باهاتون صحبت خواهم کرد، ولی اگه مایل بودید که در این زمینه تحقیقی داشته باشید به بحث causative ها، جملات سببی مراجعه کنید. شماره 3، have talked about. خب ماضی نقلی به کار رفته، یعنی چیزی که از گذشته تا به حال ادامه داشته یا اثرش تا حال مونده، و خب در هر دو حالت باز همین در جمله ما معنا نمیده، چون قصه ما یه قصه در مورد گذشته است. در یه روزی در گذشته ما صدای تلویزیون رو کم کردیم پس متوجه صحبت‌های اون بازیگران نشدیم. پس غلطه که بگیم چون صدا رو کم کرده بودیم، چون صدا پایین بود ما متوجه نشده ایم تا به امروز، تا الان متوجه نمی شویم. ارتباطی بین اون موقع و حال وجود نداره. تمام تمرکز جمله اینه که بگه چون اون موقع صدا رو کم کردیم، حالا به هر دلیلی اون موقع نمی فهمیدیم که اونا داشتن به هم دیگه چی می گفتن، و دقیقا عبارت شماره 4 جمله رو کامل می کنه. Past continuous، گذشته استمراری، was به همراه فعل ing دار یا were به همراه فعل ing دار. پس were talking جواب صحیح ماست که جمله نیمه دوم جمله رو به این صورت کامل می کنه که متوجه نشدیم شخصیت های فیلم در مورد چه چیزی داشتند صحبت می کردند. سوال 103، My wife was so angry with the way she had been treated. جای خالی. She marched up to the manager and demanded an apology for the bad service. خب جمله انقدر طولانی هست که به ما کاملا اطلاعات مورد نیازمون رو بده که بفهمیم جمله چه مفهومی میخواد داشته باشه. میگه همسر من اونقدر به دلیل روشی که اون حالتی که باش رفتار شده بود عصبانی شده بود که با عصبانیت به صورت مارش رفت به سمت مدیر و ازش خواست که به خاطر اون سرویس و خدمات بعدشون ازش ازمون عذرخواهی کنه. خب انقدر جمله گویای معنی نهاییش هست که خود به خود در ترجمه‌ای که ما کردیم کلمه که باید جای خالی رو پر کنه خودش گفته شد. اون خانم اونقدر عصبانی بود که رفت به سمت مدیر و از اون درخواستی داشت. خب گزینه اول how هست که ما میدونیم how چگونگی کاری رو نشون میده، اما بعد از جای خالی صحبت از چگونه انجام دادن کاری نشده، فقط گفته شده شخصی تا جایی رفت و چیزی گفت. پس چون چگونگی مطرح نشده کلمه how غلطه. کلمه then میتونست گزینه درستی باشه، چنان که ما بعد از had been treated نقطه میداشتیم و دن رو میذاشتیم، یعنی جمله میشد همسر من بسیار عصبانی بود به خاطر اتفاقی که افتاده بود، سپس با عصبانیت رفت به سمت مدیر و از او درخواستی کرد. البته بماند این بحث که چقدر در همون حالت هم دن میتونه اونجا طبیعی جلوه کنه یا بهترین حالتیه که دو جمله رو به هم وصل کنیم. بله بهترین حالت نمیتونسته باشه، ولی چنانچه جمله بعد از تریت تمام میشد و دن شروع کننده جمله بعد بود و البته معمولا یک ویر گول هم بعد خودش لازم داشت، اون وقت میشد گزینه دو رو قبول کرد. اما نه اینکه دو جمله نه تنها با نقطه بلکه با ویرگول هم از هم جدا نشدن. پس اینجا ما نمیتونیم دن رو به عنوان سپس استفاده بکنیم. دن باید جمله رو شروع بکنه یا حداقل بعد از یک علامت پانکچوئشن، یه نقطه گذاری، یه علامت گذاری به کار بره. گزینه شماره 3 گزینه صحیح ماست، چرا که دت به معنی که هستش، جواب بسیار ساده ایه. و اما سینس کلن غلطه، برای اینکه سینس یا مفهوم از آنجایی که در واقع بیکاز رو میده و یا مفهوم از وقتی که، از یه زمانی تا حالا، و در هیچ یک از این دو معنی در این جمله جواب نمیده. بنابراین گزینه صحیح شماره 3 هست. شماره 104، Persuading staff to accept new patterns of work is a challenge. جای خالی. By many companies that want to develop.
خب ما یه نگاهی به جملمون میندازیم، یه نگاهی به گزینه ها میندازیم که همشون کلمه فیس، البته نه فیس به معنای صورت، بلکه فیس به معنی مواجهه و مواجه شدن رو در خودشون دارن. از کجا میفهمیم این فیس به معنی صورت نیست و به معنی مواجه شدنه؟ به خاطر اینکه دی بهش اضافه شده و به صورت فعل به کار رفته. پس با توجه به کلمه فیس و مفهومش و مفهوم کلی جمله ببینیم حدس میتونیم بزنیم آیا جمله در پایان چه معنی باید داشته باشه؟ میخواد بگه راضی کردن کارکنان، حالا کارکنان هر جایی، برای قبول کردن الگوهای جدید کاری یک چالشیه که بسیاری شرکت‌هایی که میخوان توسعه پیدا کنن باهاش مواجهن. تنها معنی که این جمله میتونه داشته باشه با حضور کلمه فیس میتونه این باشه: مشکلیه که شرکت‌ها باهاش مواجهن و اون اینی که کارمندهاش و کارکنانش رو راضی کنه، متقاعد کنه که طبق الگوهای جدید کار کنن. حالا بریم سراغ گزینه‌هامون. شماره 1 has been faced. خب به خودی خود عبارت درستیه، اما اگر قراره در جای خالی بعد از چلنج قرار بگیره، ما به کلمه‌ای مثل that یا which به معنی که نیاز داریم که معنی جمله رو کامل کنه، که جمله بشه persuading staff to accept new patterns of work، راضی کردن کارمندان بابت این قضیه، is a challenge that has been faced، چالشیه که مورد مواجهه قرار گرفته، چالشیه که شرکت ها باهاش مواجه هستند. و به خاطر عدم حضور اون that یا which، گزینه یک غلطه. گزینه دو which رو داره، پس از این جهت درسته، اما faced به حالت درستی نیومده. چرا که قبل از جای خالی چالش اومده و بعد از جای خالی آن کس یا کسانی که با این چالش رو در رو هستند. پس باید فعل ما به صورت مجهول بیاد، چون فاعل ما چالش کننده کار نیست. چالش با شرکت‌های زیادی مواجه نشده، شرکت‌های زیادی هن که با این چالش مواجه شدن، و چون مثل شماره 1 گزینه 2 مجهول نیست، یعنی برعکس شماره 1، در واقع شماره 1 مجهول هست ولی به خاطر عدم حضور which یا that غلطه، شماره 2 which یا that رو داره ولی فعل مجهول نیست و در واقع داره میگه چالشی که مواجه شده با شرکت ها، پس این گزینه هم غلطه. گزینه 3 دوباره ما یک فعل مجهول میبینیم، از این جهت خوبه. حالا شماره 1 ماضی نقلیه، شماره 3 حال ساده است، هر دو قابل قبول هستن، اما باز هم عدم حضور که، which یا that در گزینه 3 اون رو مردود میکنه، اگرچه ایت اومده ولی به هر حال کار ویچ یا دت رو نمی کنه، چرا که ابتدای جمله نیست. اگر جمله بعد از چلنج به اتمام می رسید، حالا ایت ایس فیست می تونست قابل قبول باشه. راضی کردن کارمندان برای قبول الگوهای جدید یک چالشه، نقطه، ایت منظور این چالش مورد مواجه هست از در واقع جانب شرکت های مختلف، ولی باز هم به خاطر اینکه نقطه نداریم ایت نمیتونه قابل قبول باشه، و اگر ایت ویچ میشد اون وقت گزینه 3 درست میشد. اما گزینه 4 گزینه صحیح ما، ولی ممکنه بپرسید خب این گزینه هم ویچ یا دت نداره. گزینه فیست در واقع مثالی از reduced relative clause، جملات در واقع این relative clause هایی که محدود شدن، این عبارت های موصولی که کوچکتر شدن. به چه صورت؟ حالت کامل شماره 4 این بوده: is a challenge which is faced. That is faced. و وقتی شما عبارتی، یه عبارت موصولی که با که شروع میشه، یعنی با that و which، و بعدش یک فعل مجهول دارید رو روبروی خودتون میبینید، تکرار میکنم، وقتی یک عبارت موصولی دارید که با that یا which شروع میشه و بعد فعل ما مجهوله، شما اجازه دارید که that یا which رو حذف کنید، فعل to be رو هم همراه اون باید حذف کنید، و آن pp past participle، حالت سوم فعلی که باقی میمونه، میتونه کار همون عبارت اولیه رو بکنه. به عبارت دیگه جمله کامل ما به این صورت بوده: is a challenge which is faced by many companies. Is a challenge that is faced by many companies. That به همراه is یا which به همراه is حذف میشن و faced باقی میمونه و کار همون عبارت
اولی رو میکنه. این هم از گزینه صحیح این سوال. سوال 105. Group the words into categories based on جای خالی the categories with titles. خب گروپ اینجا یک فعله، یعنی گروه بندی کنید. میگه که گروه بندی کنید کلمات رو به صورت در واقع طبقه هایی، یعنی کلمات رو در طبقه هایی قرار بدید، در دسته هایی قرار بدید بر مبنای جای خالی و بعد جای خالی the categories with titles، یعنی دوباره دسته هایی، دسته بندی هایی با تیتر. خب ببینیم این سوال جواب صحیح چه خواهد شد. گزینه یک میگه sharing features then label. sharing features اگر بعد based on قرار بدیم میشه group the words into categories based on sharing features، یعنی بر مبنای شیر کردن در واقع اون خصوصیت هایی که دارن، یعنی بر مبنای خصوصیت هایی که شیر میکنن با بقیه گروه ها. then label the categories و بعد انگار ما یه جمله کاملا متفاوت رو شروع میکنیم. then label the categories with titles، یه جمله امری مثل جمله قبلی. اولی میگه group the words، دومی میگه label the categories. ولی خب باز هم این دو جمله به صورت منطقی به هم وصل نشدن. اگه قراره then اینها رو به هم وصل کنه، شما یک نقطه یا یک نقطه ویرگول لازم دارید و وقتی این اتفاق نیفتاده پس این ارتباط بین این دو قسمت خیلی منطقی نیست. همینطور based on sharing features نمیتونه خیلی مفهوم قابل قبولی به جمله ما بده، خیلی ما رو راضی نمیکنه از اینکه این جمله مفهوم قابل قبولی پیدا کرده، بنابراین نمیتونه گزینه صحیحی باشه. شماره 2، shared features and label the categories with titles. ببینیم این گزینه چی میگه. شماره 2 اگر در جای خالی قرار بگیره اون وقت این مفهومو پیدا میکنه. کلمات رو در گروه های قرار بدید بر مبنای shared features، یعنی خصوصیت هایی که با هم شیر میکنن، خصوصیت هایی که با هم به صورت مشترک دارن. shared وقتی به حالت PP یا به حالت صفتی به کار میره یعنی مشترک. مثلا وقتی که من میگم you and I have a shared room، یعنی من و تو یه اتاق مشترک با هم داریم. حالا shared features یعنی خصوصیات مشترک، پس تا اینجا معنی میده. categories based on shared features بر مبنای خصوصیات مشترک. and label the categories و بعد و در واقع حالا بعد رو که ما برداشت میکنیم اینجا گفته نشده، و label نامگذاری کنید، علامت گذاری کنید اون طبقه بندی ها رو با تیتر. اینجا میبینیم که کاملا دو جمله، این سمت اند و اون سمت اند، هر دو کاملا مستقل معنادار هستن، هر دو جمله امری هستن و اند به صورت منطقی اینا رو به هم چسبونده. وقتی ما دو تا جمله رو میخواییم با کلمه اند به هم بچسبونیم، میتونیم با استفاده از یه ویرگول پشت اند و یا بدون همون ویرگول دو تا جمله رو به هم وصل کنیم و این دقیقا اتفاقیه که اینجا افتاده و گزینه دو گزینه صحیح ماست. اما ببینیم گزینه شماره 3 چرا غلطه. Based on sharing and labeling features. Based on sharing and labeling features. خب اگه بخوایم تا اینجا معنی کنیم میتونه باشه بر مبنای خصوصیت‌های به اشتراک گذاری و نامگذاری. خب تا اینجا درسته، اما هیچ ارتباط مفهومی و گرامری بین این قسمت و قسمت بعدی جمله وجود نداره. قسمت sharing and labeling features با هیچ توضیحی نمیتونه به the categories with titles بچسبه. هیچ ارتباط گرامری بین اینا نیست و اصلا معنایی هم تولید نمیشه. پس به همین دلیل این گزینه گزینه غلطی هست. و گزینه شماره 4، features to share and labeling. خب اگر باز فقط features رو بعد based on داشتیم میشد بر مبنای خصوصیت ها. to share and labeling، حالا to share رو هم میشه تا حدودی اینجوری توضیح داد که خصوصیت هایی در ارتباط با share کردن یه سری چیزا، اما به محض اینکه ما بعد از and labeling رو میبینیم که به خاطر داشتن ing هیچ ارتباط قابل قبولی با share قبل and نداره، میفهمیم که گزینه غلطه. وقتی ما در دو سمت کلمه and، در دو سمت کلمه or یک فعل رو به کار میبریم، اون دو فعل با در واقع دو فعل رو به کار میبریم، اون دو فعل باید ظاهر یکسانی داشته باشن. اما اینجا ما میبینیم که فعل اول share به حالت مصدری اومده و بعدی به حالت gerund اومده. ممکنه بعضیاتون بگید خب جمله اول با share تموم میشه، از and به بعد دیگه labeling هیچ ارتباطی به share نداره. بسیار عالی، اگر اینطور هم فکر بکنید با
باز لیبلینگ با قسمت بعدی ارتباطی نداره. Labeling the categories with titles خب این که جمله نشد، نه فاعلی داره و نه به صورت امریه. به همین دلیل گزینه 4 هم گزینه غلط. سوال 106. جای خالی able to find a job easily, Johannes decided to improve his knowledge in his own field. خب یه جای خالی داریم، بعد کلمه able رو میبینیم، قادر، قادر به پیدا کردن یک شغل به روش بسیار ساده ای. Johannes تصمیم گرفت که مهارت خودش، دانش خودش رو در حوزه خودش افزایش بده. یه نگاهی به گزینه ها میندازیم، کلمه بی رو در همه گزینه ها میبینیم، پس حدس ما اینه که جمله به صورت کامل شده باید این معنا رو بده که برای اینکه قادر باشه، به دلیل قادر بودن، اینا همه تعبیرهایی که از بی میکنیم، بودن، به خاطر اینکه قادر باشه بتونه این قدرت رو داشته باشه که یه شغل رو به راحتی پیدا کنه، تصمیم گرفت که تو حوزه به اصطلاح علمی یا کاری خودش دانشش رو بیشتر کنه. گزینه شماره 1 for being able to find a job easily. ببینین دوستان، این عبارت در نگاه اول به نظر خیلیاتون ممکنه گزینه صحیحی بیاد، چرا که کلمه به کلمه ترجمه میکنیم برای قادر بودن و ادامه جمله، و میبینید for یک حرف اضافه است، being ing گرفته، پس از هر لحاظ تا اینجا عبارت درسته. اما یه مسئله وجود داره، گزینه شماره 1 روش خیلی رایجی برای گفتن به نیت چیزی بودن، به نیت جوری بودن نیست. بذارید با یه مثال براتون عنوان کنم. شما اگر میخواهید بگید که من دارم به در واقع ویدیوی نیکوتاک رو تماشا میکنم تا زبانم رو تقویت کنم، ممکنه اولین گزینه که به ذهنتون میرسه این باشه: I watch Nikutak videos for improving my در واقع مثلا language skills. خب نقد من به این گزینه اینه که ما نمیتونیم گزینه 100% به عنوان گزینه غلط رد کنیم. این امکان وجود داره که گزینه 1 گزینه قابل قبولی باشه، یعنی در بحث گرامر زبان ما 1 رو میتونیم بپذیریم، اما یه مقدار به خصوص وقتی اول جمله میاد نامتعارفه، خیلی رایج نیست. ممکنه 4 نیتیو سپیکر یکم با خاروندن سر این جمله رو از شما قبول کنن، اما نمیشه گفت جمله غلطیه. پس گزینه 1 واقعا خوب طراحی نشده، متاسفانه باید بگم این ایرادیه که به این سوال وارده. گزینه 2 100% بهترین جواب ممکنه، to be able to، یعنی به نیت قادر بودن، برای اینکه قادر باشه. دقت میکنید؟ باز هم تاکید میکنم گزینه 1 رو من مطمئنن در کنار گزینه 2 قبول نمی کنم، ولی نمیشه اون رو 100% به عنوان یک گزینه غلط رد کرد. To be able to، این to دوستان عزیزم در واقع مخفف شده in order to هست، به معنی به نیت، به قصد. اگر اینجوری عبارت رو تصور کنید، in order to be able to find a job easily، مفهومش میشه به این نیت که بتونه قادر باشه یه شغل رو به راحتی پیدا کنه. حالا in order to میتونه خلاصه بشه و بشه to. پس to be able to باز با همون معنی، به قصد اینکه توانمند بشه که بتونه یه شغل رو پیدا بکنه اون کار رو انجام داد. شماره 3، گزینه 3، so that دقیقا مفهوم این order to رو داره، یعنی به نیته، به قصده. اما بعد so that شما باید یک جمله کامل به کار ببرید. بعد از این order to یک فعل، بعد از so that یک جمله کامل. اگر جمله ما بود so that he would be able to find a job easily، اون وقت ما میتونستیم گزینه 3 رو قبول کنیم، اما میبینید که مثل شماره 2 تو شماره 3 هم بی رو آورده و این بعد سودت قابل قبول نیست. در واقع گزینه 3 رو اصلا شما میتونید بدون خوندن متن، بدون خوندن جمله بفهمید که غلطه، چون سودت یک عبارتیه که حتما بعدش جمله میخواد و همین که شما میبینید جمله نیومده پس این غلطه، و باز این هم یک ضعف دیگه ای از این سوال طرح شده هست که اصلا شما نیازی نیست سوال رو بخونید تا بفهمید این گزینه درسته یا غلطه، با نخوندن سوال میفهمید که گزینه ای سه غلطه، و این یه نقطه ضعف دیگه در این سواله، در طراحی این سوال. گزینه شماره 4 being able to find a job، بله
being able to find a job از لحاظ گرامری کاملا قابل قبوله، از لحاظ گرامری. اما از لحاظ مفهومی ببینیم چه معنی به جمله میده. اگر گزینه 4 رو در جمله بذاریم، اون وقت برخلاف شماره 2 که میگفت به نیت قادر شدن به پیدا کردن شغلی، گزینه 4 میگه چون که او قادره که شغلی رو به سادگی پیدا کنه، being able to، چون که او قادر شغلی رو به راحتی پیدا بکنه، تصمیم گرفت که دانشش رو در واقع فیلدش بالا ببره، که خب یه مقدار نامعنوسه این جمله. اگر به راحتی میتونه شغلی رو پیدا کنه، خب چرا تصمیم گرفت که دانشش رو ببره بالا؟ به همین دلیل گزینه 2 گزینه صحیح ماست. سوال 107، جای خالی. The book might be wrong, never occurred to me or anyone else present at the conference. خب ما یک کلمه یا یه عبارت دو کلمه‌ای رو چنان که در گزینه‌ها می‌بینیم در جای خالی نداریم، و بعد در ادامه میگه کتاب ممکن بود اشتباه باشه، اون کتاب ممکن بود اشتباه باشه، هرگز به من یا هیچ کس دیگه‌ای که تو اون کنفرانس حاضر بودیم خطور نکرد، به ذهنمون خطور نکرد. کلمه occur که در اول خط دو می‌بینید، accur، خیلی رو تلفظش دقت کنید، خیلی‌ها این رو occur و تلفظ‌های عجیب و غریب دیگه‌ای می‌خونن. تلفظ صحیح occur به معنی اتفاق افتادن و رخ دادنه، ولی وقتی بعد از occur to کسی میاریم، یعنی به ذهن کسی خطور کردن. خب مشخصه که جمله قرار این باشه که این واقعیت، که این حقیقت، که این مطلب، که این کتاب ممکنه غلط باشه، اصلا به ذهن کسی خطور نکرد. گزینه شماره 1 ما that گزینه صحیح ماست. کلمه that میتونه در اول جمله قرار بگیره، میتونه در اول جمله قرار بگیره و بعدش یک جمله، یک کلاز بیاد، و that مفهومه این که، این واقعیت که، این حقیقت که، این که، این مفاهیم رو بده. پس با گذاشتن that جمله ما میشه that the book might be wrong, never occurred to me or anyone else present at the conference. این که این کتاب ممکن اشتباه باشه، به ذهن هیچ کس نرسید. خب اگر ما if رو در اول جمله بذاریم، جمله if clause رو، عبارت قسمت if clause رو ساختیم، ولی main clause نداریم که جمله رو کامل کنه. یعنی اگر if رو بذاریم، فقط یه جمله نصف نیمه داریم که میگه اگر the book might be wrong، کتاب ممکنه غلط باشه. خب که خود اینم ایراد داره، چون اصلا شما بعد از if نمیتونید might رو بیارید. if the book might be wrong، دقت میکنید، خود if مفهوم احتمال رو داره میده و بعد might هم در جمله آوردیم. ولی این رو هم اگر در نظر نگیریم، باز تا انتهای جمله بریم، جمله همچین مفهومی پیدا میکنه. اگر کتاب غلط باشه، به ذهن ما خطور نکنه، و بعد هیچ چی ندارید شما. پس از هر لحاظ که نگاه میکنیم if جواب غلطه اینجا. which of واقعا معنی نمیده. which of the book might be wrong, never، کدام یک از کتاب ممکنه غلط باشه به ما خطور نکرد، متاسفانه معنی نمیده. و همینطور although the book might be wrong, never occurred to me or anyone else present at the conference، یه مکس، جمله بعدی نیست. ببینید اگر ما although رو اولین جمله بذاریم، ما میدونیم که هر وقت از although استفاده میکنیم، دو تا جمله رو به هم وصل میکنیم، تضاد بین دو جمله رو نشون میدیم. ولی اینجا فقط یه جمله رو داریم، جمله دومی وجود نداره که although معنا پیدا کنه. فرض کنید although رو اول این جمله بذاریم، معنیش میشه اگرچه کتاب ممکنه غلط باشه، به ذهن هیچ یک از ما خطور نکرد. باز ببینید جمله ناقصه. تازه تو همین قسمت خودش هم باز ارتباط خوبی بین although و قسمت بعدی از لحاظ گرامری برقرار نشده. یعنی اگر میخواستیم although در همین جا مفهوم داشته باشه، باید میگفت although the fact that the book might be wrong، although the fact that the book might be wrong never occurred to me، یعنی اگرچه که این حقیقت که کتاب ممکنه اشتباه باشه به ما خطور نکرد. پس از هر جهت گزینه‌های دیگه مشخصه که غلط هستن. سوال 108، جای خالی. To climb to the top, the remaining men move the camp more farther up the mountain. خب
یه نگاهی هم به گزینه ها میندازیم که طولانی هستن. کلمه unsuccessfully رو و try رو داریم میبینیم، پس احتمالاً جمله ما قرار این مفهوم رو بده که دوتا از اون کوهنوردا سعی میکردن که و موفق هم نشدن، سعی میکردن برسن به اون بالا و در این حال اون یکی کوهنوردا اون اردوشون و اون کمپشون و اون چادری که زده بودن و تازه بالاتر هم بردن، یعنی این دو نفر هی از اونا عقب موندن. جمله کامل شده ما همچین مفهومی باید داشته باشه. یه اشتباه دیگه متاسفانه در این سوال رخ داده دوستان، در طراحی این سوال کلمه farther up the mountain یعنی خب بالاتر به سمت کوه بریم، بالاتر کوه بریم، و دیگه عبارت more اصلا اینجا حضورش معنایی نداره و متاسفانه این سوال این ایراد رو داره. حالا بریم سراغ گزینه هامون. شماره 1 unsuccessfully tried two team members. خب اصلا نمیخواد وارد سوال بشیم، باز هم با نگاه کردن به گزینه شما دارید میبینید که tried فعل پشت two team members فاعل اومده و این عملا غلطه. ممکنه بعضیاتون بگید خب چرا ما inversion انجام دادیم اینجا؟ نه، برای درک بهتر inversion حتما ویدیوی inversion ما رو تماشا کنید، این حالت inversion درست نیست. و بعضیاتون ممکنه بگید خب tried رو آوردیم اول که سوالی کنیم جمله رو، باز هم این غلطه، برای اینکه شما برای سوالی کردن فعلی مثل tried که گذشته ساده است باید از did استفاده کنید، در این ورژنش هم باید از در واقع همین استفاده بکنید. پس این جمله عملا تا همینجا مشخصه که غلطه. شماره 2 two team members unsuccessfully tried. خب تا اینجا جمله کاملا صحیحه، هیچ ایرادی نداره. وقتی که به بعد جای خالی وصلش میکنیم تا خود ویرگول باز هم صحیحه. Two team members unsuccessfully tried to climb to the top. دو تا از اعضای اون گروه به طور ناموفق تلاش کردن که به بالای قله برسن. اما ارتباط صحیح بین دو قسمت چپ و راست ویرگول وجود نداره. شما باید برای اینکه ارتباط معنایی بین این دو جمله بدید کلمه‌ای مثل while در حالی که یا but حداقل but به معنی اما به کار ببرید. اما ببینید دو جمله بدون هیچ ارتباط معنایی فقط با یه ویرگول به هم وصل شدن. دو تا از کوهنوردا داشتن تلاش می‌کردن به سختی به بالای قله برسن، باقی مونده اردو رو به سمت بالا، چادر رو به سمت بالا بردن. این دو جمله اصلا لحاظ معنایی به هم ربط ندارن مگر اینکه ما یک نقطه بینشون میذاشیم که دو جمله کاملا متفاوت میشدن، مستقل در واقع. پس گزینه دو هم علارغم اینکه سمت چپ و سمت راست ویرگول هر دو به طور تنهایی درست هستن، در کنار هم با یه ویرگول به هم وصل نمیشن. شماره 3 While two team members tried unsuccessfully to climb to the top. دقیقا همون نکته ای که در مورد سوال دو خدمتون در توضیح سوال دو بهتون گفتم. به خاطر حضور while، حالا ببینید همین گزینه شماره 2 رو ما در گزینه 3 داریم. حالا فقط جای tried و unsuccessfully عوض شده که مشکلی نیست. و while اومده و این دو جمله رو به صورت منطقی به هم وصل کرده. بله while میتونه بین دو جمله هم قرار بگیره و البته مثل اینجا اوله دو جمله هم، یعنی اون اول جمله اول هم قرار بگیره. حالا دو جمله ارتباط منطقی با هم دارن. در حالی که دو تا اعضای گروه داشتن به سختی و با عدم موفقیت تلاش میکردن برن به بالا، بقیه اون کوهنوردا به سمت بالاتر رفتند. گزینه 4 Two team members, though unsuccessfully, they tried. خب اگر they رو در گزینه 4 نداشتیم، گزینه 4 ما کاملا درست بود، یعنی به خودی خود درست بود اون عبارت. دو تا عضو گروه اگرچه به طور ناموفق تلاش کردند که، ولی به خاطر حضور they یعنی تکرار two team members خود این عبارت غلطه و اصلا شما نیازی نیست به جمله نگاه کنید. وقتی two team members گفته شده و بعد فعل tried اومده دیگه نیاز به تکرار فاعل they نیست و گزینه همینجا مشخصه که غلط. سوال 109 Socrates, the great Greek philosopher, was ordered جای خالی. خب میگه که سقراط، فیلسوف بزرگ یونانی، بهش دستور داده شد که was ordered مجهوله، پس مشخص سقراط به کسی دستور نداد بلکه بهش دستور داده شد. was ordered، خب بریم ببینیم شماره 1 بعد از ordered میبینید که that اومده و همینجا میفهمیم که این گزینه غلطه. ببینید تو فارسی شما میگید کسی به من دستور داد که، اما قرار نیست این که همیشه در انگلیسی به that برگرده.
وقتی عبارت کلماتی وجود دارن که بعد از اونها کلمه که به صورت تو بیان میشه، مثلا من وقتی میخوام به شما بگم میخوام باهات حرف بزنم، نمیگم I want that talk to you، میگم I want to talk to you. همینطورم order، من وقتی میخوام بگم به تو دستور میدم که بری، نمیگم I order that you go یا I order you that you go، میگم I order you to go. پس گزینه یک به خاطر حضور یه that غلطه. همینطور در ادامه یک در اون انتها میبینیم میگه A poison whose name hemlock، سمی که اسم اون hemlock بود، و این بود و این فعل ما بعد whose وجود نداره. در واقع این تیکه هم اگه میخواست درست باشه باید بود A poison whose name is یا was hemlock. گزینه دو was ordered a poison which was called hemlock he gave to himself. خب گزینه معنا نمیده، باز هم بعد was ordered ما یک a poison یک اسم آوردیم و معنا نمیده. ما order رو موقعی بعدش یک اسم میاریم که order به معنی سفارش دادن، مثلا سفارش دادن غذا تو رستوران یا سفارش دادن یک کالایی از جایی باشه، و اینجا اصلا این مفهوم رو نداره. پس همین که کلمه اول رو نگاه میکنیم و میبینیم order اینجا مفهوم سفارش دادن نداره، خب باز هم این جمله غلطه و متاسفانه گزینه صحیح نیست. شماره 3 was ordered to himself to give. خب باز عبارت to himself نمیچسبه از لحاظ گرامری به was ordered. was ordered باید بعدش یک to به علاوه فعل بیاد تا گزینه ما رو درست کنه. اگه بگید was ordered to himself، خب چه برداشتی میتونید در این بکنید؟ یعنی به خودش دستور داده شد، یعنی سقراط به خودش دستور داده شد، سقراط خودش رو سفارش داده شد. هر جور حساب میکنید این جمله معنی نمیده. تازه در ادامه یه which یا یه that هم قبل از was called جاش خالیه. To give a poison that was called which was called. تازه یه غلط دیگه هم گزینه داره، To give a poison. خب ما حتما یک مفعول دیگه نیاز داریم که این poison رو به کی قرار بوده بده. و به همه این دلایل گزینه 4 گزینه درست ماست. همونطور که میبینید to به علاوه فعل بعد ordered داریم، یعنی بهش دستور داده شد که به خودش پویزنی رو که نامش هملاک بود بده. To give himself کاملا معنا داره، به خودش بده، و بعد was ordered اومده، یعنی بهش دستور داده شد که بره و بخوره این هملاک رو. و ممکنه بعضیاتون بگید خب بازم بین a poison و called در گزینه 4 which was یا which is نداریم. این همون reduced relative clauseیه که در یکی از گزینه‌های قبلی براتون توضیح دادم. در واقع عبارت کامل ما بوده a poison which is called، a poison that is called، یا حالا به جای is میشه was گفت. و ما میتونیم طبق توضیح قبلیم در همین ویدیو that و which رو به همراه فعل to be حذف کنیم و pp past participle ما که called هست باقی بمونه و 4 گزینه صحیح ماست. و اما سوال آخر، سوال 110. The babysitter told the children that after they chose the story they liked she جای خالی it to them. و یه نگاهی به گزینه ها میندازیم، در همش فعل read به معنی خواندن رو میبینیم، پس جمله ما باید همچین معنی بده. اون بیبی سیتر، اون مراقب بچه ها، به بچه ها گفت که بعد از اینکه داستانی رو که دوست داشتن انتخاب کردن، اون داستان رو برای اونا خواهد خواند. خب بریم ببینیم گزینه 1 آیا جواب صحیح ماست. had read، had read ماضی بعیده، یعنی جمله رو اینجوری کامل میکنه که بیبی سیتر، اون مراقب بچه‌ها، بهشون گفت داستانی رو که دلشون میخواد انتخاب کنن و بعدش اون خانم اون داستان رو برای اونا خونده بود. اصلا لحاظ منطقی جور در نمیاد. خب اول اینا داستان رو انتخاب میکنن و بعد این براشون میخونه، نه اینکه اول داستان انتخاب کنن و بعد کشف کنیم که 3 روز پیش من اون را خوانده بودم. الان انتخاب کنین تا من آن را برای شما خوانده بودم. پس این جمله، این جواب در واقع جواب غلطه. شماره 2 was reading. وقتی was reading رو به کار میبریم، دوباره طبق یکی از توضیحاتی که تو همین ویدیو در سوالات قبلی بهتون دادم، داریم past continuous یا گذشته استمراری به کار میبریم، یعنی میشه اون داشت میخوند اون داستان رو برای شما، ببخشید برای اونها. خب پس بازم بی معنیه، چون جمله اینجوری شروع میشه که اول بچه ها باید داستانی رو انتخاب کنن تا بعد این خانمونو بر اونا بخونه، نه اینکه در حال خوندنش باشه همون لحظه. گزینه شماره 3 گزینه صحیح ماست، she would read. این would گذشته در آینده است. یعنی چی؟ عذرخواهی میکنم، آینده در گذشته، ببخش، آینده در، یعنی چی؟
فرض کنیم که همین الان ما تو همون صحنه هستیم که بیبی سیتر کنار بچه‌ها نشسته، ما هم یواشکی داره من یه جا این گفتگو رو تماشا میکنیم و گوش میدیم. ببینید جمله دقیقی که از دهان بیبی سیتر بیرون میاد اینه که خب شما یه قصه رو انتخاب کنید و من اون رو برای شما خواهم خواند. یعنی همونجا این خانم به آینده اشاره میکنه، بچه‌ها یه قصه رو توی کتاب انتخاب کنید، من اون رو برای شما خواهم خواند. این خواهم خواند رو ما با will read نشون میدیم. حالا چون قصه مال چند روز قبله و ما داریم نقل قول میکنیم، همه افعال ما یه قدم میرن عقب. ما میگیم که در اون روز بیبی سیتر به بچه ها گفت که یه داستانی رو انتخاب کنن که اون خانم اون رو برای اونها بعدش بخونه و به همین دلیل اون چیزی که آینده بوده حالا رفته در گذشته، آینده در گذشته شده و جواب ما میشه would read. would حالت گذشته شده ویله، یعنی روزی این عبارت به نام ویل از دهان کسی بیرون اومده، به صورت ویل اومده و ما که حالا نقل قولش میکنیم بعد روزها، ماها، سالها ویل رو به would تبدیل میکنیم. would have read گزینه غلطه، چون در واقع نقل قول شده will have read و will have read future perfect اینجا هیچ مفهومی نمیده، من اونو تا یه روزی برای شما خونده باشم ایشالله، اصلا همچین مفهومی رو از جمله نمیتونیم بگیریم و به همین دلیل گزینه 4 غلطه. خب دوستان عزیز، امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. در ویدیوهای بعدی قسمت‌های دیگه کنکور رو با هم کار خواهیم کرد. در کلاس‌هامون خیلی با در واقع توضیحات بیشتر، مثال‌های بیشتر و با تمرین‌های بیشتر اینا رو بررسی می‌کنیم. ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. ممنونم از لایک‌ها، کامنت‌ها و شیر کردن ویدیوهای ما. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.